در ادامه پرونده نمایش انتخاباتی ریاست جمهوری حکومت اسلامی همراه میشیم با حمید مافی، روزنامه نگار. آقای مافی، درود بر شما. من هم سلام و درود دارم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیزتون. در خدمت آقای مافی، بالاخره از صندوق آقای مسعود پزشکیان در اومد. صبر دار از این که حالا بعضی ها فکر میکردن که شاید کسی دیگر بیاید، یعنی جلیلی بشود، اون گمان زنی ها رو بذاریم کنار. و در دور دوم مشارکت هم طبق آماری که اعلام کردن نزدیک 50%، یعنی چیزی حدود 10% بیشتر. خب شما نظر و تحلیلتون رو بگیم. ببخشید من یه لحظه پشت سرم اتفاقی افتاد، سوال یه بار دیگه میپرسیم. تحلیل درباره اینکه پزشکیان در واقع 10% بیشتر رأی دادن. شما نظر و تحلیلتون رو، این که اعلام شد که پزشکیان هست و مشارکت هم حدود 10% بالاتر رفت نسبت به دور اول، چی هست؟ کلن نظرتون رو و تحلیلتون رو ببینید. این که هیچ آماری در جمهوری اسلامی قابل استناد نیست. این رو از روز در واقع رفراندوم آریانه به جمهوری اسلامی در 12 فروردین تا به امروز همواره باید به یاد داشته باشیم، هیچ آماری در جمهوری اسلامی قابل استناد نیست. بنابراین اگر حرف میزنیم بر فرض این آمارها، همیشه پیش زمینمون این رو داشته باشیم که ممکن است دستکاری شده باشه و به قطع به یقین دستکاری شده، همیشه 1% بالاتر از اون چیزی که بوده اعلام میشه. اما درباره این که مسعود پزشکیان به عنوان پیروز انتخابات اعلام میشه، به گمان من یک واقعیت ماجرا اینه که مسعود پزشکیان بازی برد برد برای علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و کلیت نظام بود و این دو قطبی رو که تلاش کرد در دور دوم بسازه، ما بین سعید جلیلی به عنوان نماد حالا ارتجاع مذهبی، ارتجاع اسلامی در اونجا، و بعد در طرف مقابلش مسعود پزشکیان به عنوان یک فرد به تعبیری میان رو اصلاح طلب که به دنبال اصلاح یک چیزهایی هست، ما میدونیم که تنها هدفش این بود، به ویژه بعد از انتخابات ریاست جمهوری 1400 و بعد مجلسی که اسفند سال گذشته برگزار شد، خب جمهوری اسلامی دچار یک بحران بزرگ عدم مشارکت شده بود. ما جملات آقای خامنه ای رو به یادمون بیاریم که میگفت که شرم‌آوره در دموکراسی های غربی که 35-40% مردم رأی میدن در انتخابات مشارکت میکنن، و خب خود جمهوری اسلامی دچار چنین بحرانی شده بود، حتی به فرض دستکاری آرا هم نمیتونست آرا رو به مرز 50-60% برسونه. نیاز داشت به این که به ویژه این که قیام ژینا در شهریور 1401 تا پایان اون سال اون بحران بی‌اعتباری، بحران در واقع مشروعیت جمهوری اسلامی رو حتی در درون لایه‌هایی از خودش بزرگتر کرده بود. بخشی از اون بدنه مذهبی، بخشی از خانواده هایی که به هر صورت به دلیل پیشینه‌ای که داشتن، به دلیل اعتقادات مذهبی که داشتن، خودشون رو وفادار به نظام میدونستن و حالا انتقادهایی رو به اون داشتن، به ناگهان به جنگ، به در واقع جریانهای مخالف پیوسته بودن یا حتی به صورت فردی جمهوری اسلامی و در رأس اون آقای خامنه ای رو فاقد مشروعیت میدونستن، اون رو قاتل مینامیدن، حکومت رو حکومت کودک کش میخوندن، عنوانی که برابری میکنه با رژیم اسرائیل دیگه. یعنی چنین عناوینی برای آقای خامنه ای به نظر میرسید، حالا برخلاف اون چیزی که خیلی ها میگن صدای اعتراض های اخیر رو نشنید، به نظر من حکومت خیلی شباهت داره به چیزی که شما اگر یه مروری بکنید در این مدت، همه دارن میگن که ما شنیدیم در واقع نارضایتی مردم رو از همه جریان ها، از خود در واقع جریان نزدیک به بیت رهبری که میگه که این مشارکت پایین نشانه نارضایتیه، تا فرماندهان سپاه، یه چیزی شبیه همون جمله معروف ما صدای انقلاب شما رو شنیدیمه.
و به نوعی به نظر میرسه که حالا میشود اینجوری تعبیر کرد که آقای پزشکیان رو آوردن این وسط ما بین تمام اون گزینه هایی که از جریان موسوم به اصلاح طلب، تحول‌خواه، روزنه‌گشا، هر اسمی برشون بگذارید، از اون جریان تقریبا خونساترین و گوش به فرمانترین فرد رو آوردن و به گمان من در تمام جریان های در میان تمام نامزدهایی که ثبت نام کرده بودند هیچ کدام به اندازه پزشکیان گوش به فرمان نخواهد بود. از این منظر من فکر میکنم که پیروزی آقای خامنه ایه، یعنی پیروزی بیت رهبریه که تونسته هم بخش زیادی از نیروهای رانده شده از قدرت یا به حاشیه رانده شده از قدرت در درون حاکمیت جمهوری اسلامی از در واقع بخشی از زندانیان سیاسی نزدیک به جریان ملی مذهبی تا عملا این بخش ناراضی یا دلخور شده خود محافظه‌کاران رو پای صندوق رأی بیاره، مشارکت رو به 50%، حالا به صورت حتی اگر بگیم دستکاری شده، افزایش بده و در عین حال بخشی از اون بحران شکاف درون خودش رو پر بکنه. نزدیک شدن، حالا ما باید منتظر چینش هیئت وزیران باشیم و در چینش هیئت وزیران احتمالاً برخی از همین ناراضیان این سالهای اخیر به حکومت میپیوندن و دوباره درون اون جناح‌های جمهوری اسلامی یک برادری حکم فرما میشه. بله، پس فکر میکنید که در پیش رو آنچه که پیامد این وضعیت هست، آیا ما با یک نوع تغییر ریل در سیاست خارجی هم رو هستیم؟ با توجه به اینکه اصلا سیاست های کلان توسط رئیس جمهور تعیین میشه، توسط ولی فقیه تعیین میشه، خب این میتونه توسط هر کسی دیگه هم باشد. چه ضرورتی بوده که مثلا نخواستن دست پایدارچی ها بدن و دست پزشکیان اینها میدن؟ این سیاست رو خب ولی فقیه میتونسته به هر صورت به پیش ببره، فرمان در هر صورت دست اونه. ببینید، رو سیاست خارجی من فکر میکنم انتخابات ریاست جمهوری خیلی تأثیر نداره. جمهوری اسلامی پیش از برگزاری انتخابات تصمیم گرفته بود سیاست خارجیش رو با توجه به تحولات جهانی و منطقه دیگه، یک طرف موضوع فلسطین همچنان هست و 9 ماه تمام از اون جنگ داره میگذره، به هر صورت اون چیزی که گروه های فلسطینی انتظار داشتن جمهوری اسلامی انجام نداده، بلکه تلاش کرده منافع خودش رو به دست بیاره با گروه های حالا موسوم به نیابتی خودش. ممکنه دامنه جنگ به لبنان کشیده بشه، از اون طرف در اوکراین وضعیت همچنان جنگی و اینها یک سری بلوک بندی های جدیدی رو داشت به وجود می آورد. و خب جمهوری اسلامی هم در همه این سالها نشون داده وسط این بحران ها، وسط این در واقع بلوک بندی ها، بخشی از منافع خودش رو به دست میاره. من میخوام یه ارجاعی بدم، درست در همین ایامی که به نظر میرسه تمام کشورهای غربی با جمهوری اسلامی به دلیل حالا اون چیزی که جنگ اوکراین، مشارکت ایران در جنگ اوکراین و بعد باز هم اینها از زبان در واقع دولت‌های غربی حمایت ایران از گروه‌های به تعبیر اینها نیابتی ایران اعلام می‌کنن، در اوج این فشار بر جمهوری اسلامی ما یک معامله ننگینی رو می‌بینیم. حمید نوری رو میدن و بعد از اون طرف 2 تا سوئدی رو تحویل می‌گیرن که خودش موضوع دیگه. پیش از اون فراموش نکنیم که ایران و در واقع آمریکا به واسطه عمان، در عمان یک گفتگوی رو کردن. ما از محتوای اون چیزی نمیدونیم، ولی اون چیزی که رسانه‌های منطقه‌ای گزارش کردن، اونجا یک سری توافقات حتی درباره ساختار داخلی رژیم اسرائیل هم صورت میگیره. به نظر مثلا ریله کمی تغییر کرده، یعنی حتی ربطی نداشت به انتخابات ریاست جمهوری. برای حفظ ظاهر به نظر میرسه که خب سعید جلیلی یک دوره بوده در عنوان تیم مذاکره کننده و هیچ تصویر خوبی از او نه در ذهن دولت‌های اروپایی وجود داره و نه حتی در ذهن مسئولین وزارت خارجه ایران که معتقدن مذاکرات رو به شدت
طولانی میکرد بدون اینکه بخواد نتیجه دست بیاره. به هر صورت کسی که پایان نامه سیاست خارجی پیامبر هست احتمالا نمیتونه پیش برنده مذاکره باشه. این یه دلیل. منتها دلیل محکمتری که من فکر میکنم نه سعید جلیلی، علارغم اینکه آقای خامنه‌ای چند سال پیش گفته بود که سعید جلیلی ذخیره استراتژیک نظامی یا کسانی که اون رأی داده بودن ذخیره رأی نظام جمهوری اسلامی هستن، مسئله سعید جلیلی اینه که یک پشتوانه بسیار بسیار قوی مذهبی داره که چشم جایگاه آقای خامنه ای داره. موضوع جلیلی و جبهه پایداری اینه که برای رهبری پس از خامنه ای برنامه دارن، چهره دارن و خیلی مطیع در واقع اوامر بیت یا حالا اون نیروهایی که تلاششون این هست پیش از مرگ خامنه تکلیف جانشین اون رو روشن کنن نیستن. شما عملا طیف مصباح یزدی که حالا بعد از فوت او افراد دیگری اومدن و بر جایگاه او نشستن، یکی از خطرناکترین طیف ها برای خامنه ای بودند، هستند و عملا برای جانشین او هم خواهند بود. به نظرم بیشتر از این منظر باید دیدش، نه از منظر سیاست خارجی. سیاست خارجی حرف شما کاملا درسته، بدون اجازه رهبر جمهوری اسلامی، بدون در واقع موافقت اون چیزی که بهش میگن شورای عالی سیاست خارجی نظام، عملا اونجا کسی نمیتونه تصمیم بگیره. حتی اگر فردا محمد جواد ظریف، نه یک فرد بسیار بسیار صادقتر و غرب‌گراتر از اون رو هم بگذارن، تا خامنه اجازه نده نخ کاری نخواهد. آقای مافی، به نظر میرسه که در بین جناح‌های حکومتی یه نوع پلورالیسمی پذیرفته شده در حکومت، ولی در این حال سیاست یک دستسازی و خالصسازی رو داره پیش میبره. جناح اون چیزی که به نام هسته سخت قدرت بهش میگن، درست؟ خب تقلب و دستکاری در این آرا به نفع یک جناح به نظر میاد صورت نمیگیره و این بیشتر تابع مهندسی انتخاباته و پیش از انتخابات صورت گرفته. آیا این اعداد ارقام شما گفتین که نمیشه به طور کلی اعتماد کرد، تا هم روز اولش خب گزاره درستی هم هست، ولی در ارتباط با این تعادل برقرار کردن بین جناح‌های مختلف چی؟ چون اساساً شاید این مراسم رأی گرفتن به نوعی فرصتی باشد برای جمهوری اسلامی که یک جوری ترمیم میکنه این ساختار شکننده شو. ببینیم، من نمیتونم به صراحت بگم که آرا رو دستکاری میکنه یا نمیکنه، ولی معتقدم جمهوری اسلامی آرا رو دستکاری کرده، یعنی پیشینه نشون میده که جمهوری اسلامی آرا رو دستکاری کرده. و در این حال در این دوره اون چیزی که به اسم در واقع نه به نفع یک نامزد دستکاری کردم، بلکه معتقدم که درصد مشارکت رو با یک ضریبی بالا برده، به این معنا که شما ناگهان شاهد افزایش مثلا 7-8 میلیون نفر بیشتر نسبت به آن چیزی که در دور قبل هستید بودید هستید، در حالی که ما همواره دیدیم در دور دوم انتخابات معمولا مشارکت در ایران اومده پایین تر. آدم ها یک بار رفتن، حتی اونا که میخواستن رأی بدن رفتن رأی دادن، بار دوم دیگه حوصله شون نیومده اصلا برن رأی بدن در فاصله یک هفته. به ویژه اینکه آخر هفته ها معمولا تعطیلات اونا در گرما، افراد ترجیحشونه که برن یک جاهای خنکی، نه اینکه در سفر. این واقعیه دیگه. مثلا من زمانی که ایران بودم این رو دیدم، خیلی آدم ها احساس چیز نمی کنن که حالا اگه اسمشو بزنیم احساس مسئولیت، این که دو هفته پشت سر هم برن رای بدن. موضوع به نظرم این بار از این زاویه است. ولی اون چیزی که شما میگید مهندسی از پیش از انتخابات، من فکر میکنم که بله، این دفعه در واقع حالا من خیلی قبول ندارم اون پولاریس رو در حوزه جناح داخلی خودش پذیرفته، چون عملا میچرخه و شما در همین دوره نشون میده که مثلا اجازه ورود به اسحاق جهانگیری رو نمیده، در حالی که مثلا اسحاق جهانگیری تا پیش از این گفتگو کننده یا حامل پیام خامنه‌ای میان گروه‌های اصلاح طلب بعد از 1388 بوده، منتها او رو هم رد صلاحیت میکنه. یا مثلا به عباس آخوندی که
احتمالا میتونه نماینده فاشیزم شیعی ایرانی باشه در رأس قدرت رو نمیده، چون هم به اون ایرانگرایی خامنه‌ای باور داره و هم به اون شیعه گراییش به شکل شدیدی و مدافع خصوصی سازی ایران شهرگراست. در واقع به ایشون هم اجازه ورود نمیده، در حالی که از جبهه اصلاحات و میره مسعود پزشکیانی رو میاره که حالا یک به دلیل در واقع سبقه یا پیشینه نژادی اتنیکیش کرد ترکه یا ترک کرده، بعد سالها در آذربایجان تبریز بوده که بتونه اونجا یک شکافی رو داره ما بین در واقع کردهای ترکهای آذربایجان با حکومت مرکزی، اونجا بگه نه ببینید من مثلا به شما این امکان رو میدم که حتی رئیس جمهور ترک داشته باشید. این رو ما این دفعه از تلویزیون ها میشنیدیم دیگه، از صدای افراد مختلف. و از طرف دیگری هم به کردها که حالا خواستگاه یا در واقع زادگاه قیام ژینا بوده بگه که نه مثلا کسی میتونه رئیس جمهور بشه که حتی کردی هم حرف میزنه، مشکل من در واقع جای دیگری است نه اینجا. پزشکیان از این حیث به نظرم گزینه مهندسی شده ای بود برای این دوره انتخابات که خیلی از این شکاف هایی رو که حاکمیت دیده، طبیعتا من معتقدم به دلیل برخورداری حکومت از اون مؤسسات پژوهشی متعدد، دستگاه امنیتیش جامعش رو به ریز میشناسه و میدونه که حالا کجاها ممکنه که این شکاف ها به تعارض حل نشدنی تبدیل بشه، به منازعه تبدیل بشه. فکر میکنم این شکاف ها رو دیده بود و از همین حیث میان تمام این گزینه ها بله با یک دستگاه در واقع مهندسی دقیق مسئول پزشکیان رو میاره که ترکی حرف بزنه، کردی حرف بزنه، علیه در واقع خصوصی سازی درمان حرف بزنه، موضع بگیره از قضا علیه سرکوب زنان در خیابان، ولی در نهایت بگه که من کاری نمیتونم بکنم، آن چیزی که من اجرا میکنم فرامین رهبر جمهوری اسلامیه. این به نظرم نشون میده که بله آقای خامنه ای به قول من از تو لپ لپ بهترین گزینه رو برای خودش در آورده بیرون. بعد پیش از اینکه سوال پایانی رو مطرح کنم با شما، من میبینم که بهروز فرهانی هم اومده، قرار است که در برنامه نقد و نظر درباره احتمالاً انتخابات فردای فرانسه صحبت بکنه و شاید هم انتخابات انگلیس هم صحبت کلن در رابطه با این انتخابات و اینا. خوبه که از بهروز فرهانی هم آماده بشه که من نظر و تحلیل او رو هم در رابطه با این دور دوم انتخابات ایران هم بشنوم. بهروز اگر شما بیاین بالا خیلی ممنون. سلام بهروز. من سلام میکنم سعید جان، سلام میکنم جناب مافی، حرفای شما رو من هم سلام در خدمت شما. درود بر شما. من همه حرفای شما رو نشنیدم ولی اون قسمتایی رو که شنیدم با شما کاملا موافقم و فکر میکنم که این وضعیتی که در ایران ایجاد شده وضعیت خیلی خاصیه و در واقع باید گفت که این کسایی که در دور دوم شرکت کردن و رأی جمهور شرکت مشارکت رو از 40 به 49 رسوندن یا 50 رسوندن، علاوه بر این که البته بازم در نسبت آرایی که جمهوری اسلامی بهش عادت داره رأی پایینیه، بالاخره کمتر از نصف شرکت کردن، ولی خب اینا شرکت کردن و باید بپذیرند با هر سیریشی هم که میخوان خودشونو بچسبونن به انتخاب بین بد و بدتر و بدترین و بدترترین، باید بپذیرند که در دادن مشروعیت به رژیم جمهوری اسلامی نقش دارن، نمیتونن مسئولیت. من میخواستم همین سوال پایانی هم بکنم از آقای مافی، حالا که دارید گودی میدی بذار من این سال در واقع اینجوریه که بر دو تا تاکتیک بود در مقابل این نمایش انتخاب بود و یه ایده گفتم ما میریم شرکت میکنیم که در واقع اینگونه بیان میکردن که رأیمون رأی اعتراضیه. حالا اعتراض به چی؟ مثلا اعتراض به خامنه ای. آقای مافی که الان صحبت کردن گفتن که اصلا پیروز این ماجرا کل خامنه ای بوده، به شما هم میگه. پس این رأی اون آدمایی که رفتن شرکت کردن شما هم رأی اعتراضی نمیدونید؟ به هیچ وجه، من به هیچ وجه رأی اعتراضی نمیدونم، اصلا نباید اینو سنبل کرد. ببینید اینها رو شما از واژه قشر خاکستری استفاده میکنید که من خیلی باش موافق نیستم، این واژه هانا آرنتی فاقد بار طبقاتی همه رو توی یک کاسه میکنه، گونی در میاره. اصل اساس پایین اصلاح طلبا و اصولگراهای معتدل در ایران کیان؟ اینو باید بهش پاسخ بدید. طبقات محروم نیستن، حتی از زبان صادق زیبا کلام
همین اصلاح طلبی که تا چند از این سلطنت طلب امروزی، اصلاح طلب دیروزی، فردا هم یه چیز دیگه میتونه بشه. ایران به بوغ بلند. خبر دیگه هم بهت میگم که عکسش با آقای حمید نوری. بله، با عکسش با آقای حمید نوری اومد. و حالا بگذاریم از اون، میخوام اینو بگم از زبان زیبا کلام، موقعی که خیزش اول اعتراضی واقعی یعنی دی ماه 96 را افتاد، زیبا کلام یه جمله گفت خیلی عالی بود. گفت گفتمان اصلاح طلبی در بین فرودستان ایران با سر خورد به دیوار. یعنی اصلاح طلبات توی فرودستان اقشار محروم ایران جو پایگان ندارن، تو اقشار میانی دارن. این قشر خاکستری که ازش اسم میبریم اقشار مختلف قشر اقشار میانی ایران هستن، عمدتا هم نیمه مرفه به بالا هستن و ما میشناسیم اینا رو، خود ما هم از همینا میایم بیشترمون و تاکتیک های اینها رو میفهمیم. با اینا باید دیگه رو راست صحبت کرد. ببینید یه وقتی از شما یک حرکتی هست مثل خاتمی، اولین حرکت معلوم نیست چی میخواد بشه، یک شور و هیجان ایجاد میشه، یه گفتمانی راه افتاده، هژمونی پیدا کرده، واقعی بود. یعنی اون نهضتی که پشت سر خاتمی راه افتاده بود یک دنبال یک تغییری بود، فکر میکرد که میتونه با 20 میلیون رأی که داده به خاتمی یه تغییر جدی ایجاد بکنه. این آغاز سلطه گفتمان اصلاح طلبی بود که افتان و خیزان دو دهه طول کشید. بعد از تجربه 8 سال خاتمی، بعد از تجربه 8 سال روحانی، کسی بیاد بگه که من رفتم رأی دادم به مخالف خامنه‌ای که یه تغییری تو ایران یه جورایی درست بکنم، ما رو خریر آورده، هیچ بحث دیگه‌ای نداره. ما هم به این سادگی خر نمیشیم، عادت کردیم به رک حرف زدن. به خصوص من از این نظر چیزم زیاد شنیدم، انتقادم زیاد شنیدم. ما رو خرگیر نیاریم. شما عافیت طلبین، شما مشکلتون فقط اینه که تا حدودی حجاب نباشه عرقتون رو بتونید بخورید و وضع به همین شکل بمونه. مشکلتون نه بیکاریه نه چیز. آها یه چیزم دیگه هم دارن، پاسپورت ایران دوباره قوی بشه. این هم یکی. 3 اصل دارن: حجاب، مهمانی و پاسپورت قوی. اینا شکم نیمه شکم سیرات جامعه ما، این نیمه شکم سیرات تا حالا خودشون رو زیر این صحبت‌های اصلاح طلبی و فلان و تغییر اینا قایم می‌کردن. الان به قول تو با اوجگیری این مسئله تاکتیک تحریم، آقا دو تا تاکتیک بیشتر نداریم: یا میری تو انتخابات شرکت می‌کنی، شرکت می‌کنی در این که فردا حزب الله و حشد الشعبی و حوثی‌ها و غیره و اینا بیان بگن آی امت مسلمان ایران دیدید علی رغم تمام تبلیغات رفت شرکت کرد در انتخابات آزادانه، آزادانه، خیلی آزادانه، دیدیم دیگه چقدر آزادانه است تو ایران، کاندیدای خودش انتخاب کرد. همه هم میگن این حتی کاندیدای رهبر هم نبوده و فلان این حرفا. شما شریک مشروعیت دادن به این رژیم هستید. اگر این اون دوره با توهم بود، اگر این قبل از دی ماه و آبان ماه هنوز میشد گفت خب حالا ببینیم، بعد خیزش ژینا خیانته، اسم دیگه ای نداره. شما چطور میتونید توی چشم 20 هزار زندانی جنبش خیزش ژینا نگاه بکنید بگید ما رفتیم جلوی طالبانی شدن ایران بگیره؟ نه ببخشید، شما با رأی دادنتون جلوی طالبانی شدن ایران نمیگیرید. جنبش نافرمانی زنان ایران در خیابان‌های ایران که روسری را از خودش برداشته درگیر میشه با گشت ارشاد، اون داره جلوی طالبانی شدن میگیره. شما دارید به طالبانی شدن کمک میکنید، چون مشروعیت میدید به رژیم که یه ذره عقب بیاد و زیر پوشش این دوباره بیاد جلو. به نظر من دیگه باید با این اخشاری که اینجوری میکنن با صراحت صحبت کرد، ملاحظه رو گذاشت کنن. پاسخ حمید رو هم بشنویم سر این دو تا. خیلی روشنه، یعنی به گمان من نه از قیام ژینا، از دی 96 به بعد واقعیتش خطا عیان شده بود دیگه. هیچ گونه، حتی به گمان من از پس 88 اونجایی که اصلاح طلب ها تصمیم گرفتن برن و به معنای با این بهانه که ما از سوریه‌ای شدن ایران جلوگیری میکنیم به حسن روحانی رأی بدیم، خیلی روشن بود که همواره بر یک دروغهایی استوار میکنن این دلیل مشارکتشون رو در انتخابات. من علاوه بر این چیزهایی که آقای فرهانی هست که گفتن، خواستم بگم که اضافه کنم به این موضوع که شما اگر حوزه های، یعنی به تفکیک اون چیزی که در دور اول انتخاب اعلام کرده مشارکت رو، اگر اون رو به عنوان فرض بپذیریم، چون باید یک فرضی رو
داشته باشیم برای تحلیل دقیقا اثبات همین جملات آقای فرهانیه که شما مشارکت رو در جاهایی از قضا رو به بالا میبینید که طبقه متوسط رو به بالای شهری داره سکونت میکنه که داره زندگی میکنه و به گمان من نه اینها چون بدون تخیل یا عملا بدون آلترناتیو دیگری جز صندوق رأی هستند و هیچگاه نمیتونن تصور بکنن که خب به هر صورت یک امکان دیگه‌ای وجود داره که این سیستم به تعبیر اونا هسته سختی که زندگی باز هم به تعبیر اونا معمولی رو هم ازشون گرفته این رو عملا دگرگون کرد، ویرانش کرد، سرنگونش کرد. در هر دوره‌ای وقتی که میان بعد یک دوره‌ای مثلا یک خیزشی در یک جای شکل میگیره و خب اونها که فاعلیتی درش ندارن و نهایتاً یک تماشاگری هستن، اون خیزشه که سرکوب میشه و به عقب رانده میشه، اینها بلا فاصله میدون دوباره به اصل خودشون، سر صندوق‌های رأی، یا اینکه خیلی خیلی اگر رادیکال بشن میپیوندن به اردوگاه راست سلطنت طلب یا در موقع اپوزیسیونی که نامه نگاری میکنه به سازمان‌های بین‌المللی آقا حمله کن بزن من رو نجات بده. از اونجا که خیلی نه اون حالا ایدئولوگ‌هاش الیت‌هاش به تعبیر خودشون اون افراد تأثیرگذارش ایده‌ای دارن برای پسا جمهوری اسلامی و از قضا خیلی نگران هستن. ببینید یک چیزی رو من از دشمن در واقع نقل بکنم، یک جملاتی رو ما از زبان این جریان پهلوی‌چی‌های سلطنت طلب میشنویم دیگه، آقا ما باید این اطمینان رو بدیم به سرمایه داران ایرانی، به در واقع اون صاحبان صنایع، صاحبان ثروت در ایران، که پس ها جمهوری اسلامی هم امنیت سرمایه اینا، ثروت اینا تضمین شده و ما اصلا قرار نیست که کاری رو بکنیم. خب این بخشی که مدام هی میاد و میره در انتخابات مشارکت میکنه، دعوت به مشارکت در انتخابات میکنه، صاحب قدرت در واقع مالی، شریک مالی جمهوری اسلامی، شریک اقتصادی جمهوری اسلامیه و منافعش در حفظ سیستمه، دگرگون شدن این سیستمه، میتواند تمام منافع اون رو به خطر بندازه، میتواند در واقع اون چیزی رو که در این سالها با حالا به هر شکل ممکن راند، استثمار، حقهای ویژه‌ای که داشته، دزدی، اینا تونسته انباشت بکنه، میتونه ازش بگیره. بنابراین من از این زاویه بیشتر میبینمش. اونجایی که میره مشارکت میره بالا، حتی اگر در این شبکه اجتماعی هم دنبال میکردید، کسانی دعوت به رأی میکردن که یک وضعیت متفاوت تری از طبقه کارگر به حاشیه رانده شده بیکاران دارن. ما فراموش نکنیم این نکته رو که در همین، یعنی اگر میخوایم این رو بنویسیم به پای در واقع مشارکت طبقه کارگر که نیست، یا اون چیزی که حالا اسمش رو میذارید همون، من هم خیلی نمیپذیرم طیف خاکستری، نسل زد، نسل نمیدونم ایکس، اینها خیلی چون یک دست میکنه همه چیز رو. در همین ایام، در همین در واقع دو نامزدی که اومدن دور دوم، اینها مروج هارترین، یعنی هیچ کدومشون حاضر نیستن درباره کارگران قراردادی حرف بزنن، هیچ کدومشون حاضر نیستن درباره پایان خصوصی سازی حرف بزنن، هیچ کدومشون حاضر نیستن یک سیاست مشخص بدن درباره برابر کردن دستمزد، در حالی که ما میدونیم پشت آقای پزشکیان افرادی دارن ستاد انتخاباتی رو میچینن، افرادی در واقع برنامه اقتصادی رو قراره پیش ببرن، که خب اینها مروج آزادسازی قیمت ها بودن در دولت روحانی، در پیش از دولت روحانی هم بودن. بنابراین به نظرم نه، این عملا بخشیه که هیچ امیدی یا هیچ تخیل دیگری به جز صندوق رأی یا مداخله خارجی برای تغییر نظام نداره و من نمیتونم اعتراضی ببینمش. بخش عافیت طلبه سنیناشون هم یه مقداری پالاست، اینا میخوان تکون نخورن، یه ذره بهتر بشه که اینا راحت بشن. و همینجوری که من میبخشید سوال کنم، همینجوری اول من بگم من با اون شعار روی سینه شما 100% موافقم آقای مافی. دوم اینکه اینا مرز بین این حمایت اعتراضیشون از بخشی از معترضین احتمالی نظام و سلطنت طلبا بسیار باریکه.
اینا خیلی راحت از این بر به اون بر میره. این طیف اقشار میانی ایران خیلی راحت از حمایت اعتراضی به رژیم میرن به طرف حمایت فعال از سلطنت طلبا. خود زیبا کلام، تمام اینایی که از ایران میان شما نگاه کنید، این اصلاح طلبایی که میان، هیچ کدومشون نمیان طرف ما، هیچ کدومشون طرف چپ، حتی حزب چپ نام نمیرن، صاف میرن تو اندیشکده‌های امپریالیستی آمریکایی، صاف میرن بغل رضا پهلوی، اون یکی که رفت دست اون رو ماچ کرد، یکی رفت پای اون رو ماچ کرد، افتضاحن. و اندرنشه این کسان از هوا و کره مریخ نیومدن که، نماینده فکری همین اقشار میانی هن. به همین راحتی اینا میرن طرف اینا. و چون هیچ کدوم از اقشار بورژوازی، کلان بورژوازی ما، سرمایه‌دارای ما، هیچ کدوم دموکرات نیستن، اصلا مکانیزم دیالوگ ندارن. 100 سال حکومت کلان سرمایه‌داران باشه. یه آخرین نکته رو بگم، ما هم میگیم 1%، 1%، ولی خب واقعیتش اینه که این یه سمبل، 1% ها نیستن که فقط این امور ایران رو میچرخونن، 5-6% هم دور اینا هستن که کارچاخونه اینا، این اقشار میانی جزء این کارچاخونان، یعنی هم از آخر میخورن هم از توبره، هم با اونا هستن و هواشون رو دارن، دنبال پاسپورت معتبرن که بیان خارج کارشون رو بکنن، همین که از اونجا هم دل نمیکنن. اینو یاد داشته باشیم، 1% رو باید اضافه کرد به اینها. ولی همونطوری که شما گفتید، سعید هم گفت، منم باش موافقم، از این بعد با اینا باید یه مقدار خشن‌تر صحبت کرد و اینها رو در مقابل مسئولیتشون گذاشت. مثل مردم آلمان که هایل هیتلر میدادن و از جنایات ارتش چیز حمایت میکردن، مردم اسرائیل که میرن هورا میکشن برای صاف کردن غزه، اینها مسئولن، اینا در نظام‌هایی هستن که مسئولن. مال ما مسئولیت شخصی، مسئولیت تاریخی. اتفاقا که اینو گفتین، من یاد این افتادم که توی این هفته گذشته یک مصاحبه دیدم خانم مثلا بهاره هدایت، که به روز یک موقع یک نقدی کرده بود خیلی محترمانه، با توجه به اینکه ایشون زندانی سیاسی هستن بودن و الان در دوران درمان به سر میبرن، خیلی قاطع مرزبندی کردن با اصلاح طلبان، خب با مجموعه حکومت، از انقلاب صحبت میکردن. منتها اونجا یک جای رو باز کردن برای سلطنت طلبان، یعنی گفتن که شما اینا رو به رسمیت بشناسید. البته بعدن از برخی از اونها هم انتقاد کردن که شما هم دیگران رو به رسمیت بشناسید. نه خب چرا باید مثلا نیروهای انقلاب، میگه سلطنت طلبان انقلابی هستن، چرا باید اون رو به رسمیت بشناسن؟ ولی خب ایشون اینو گفتن و تلویزیون اینترنشنال با شوق فراوان وافر این گفتگو رو پخش کردن و اینها. من همین، چون شما مجموعه این چیزا رو گفتین، این سوال پایانی رو میخوام بپرسم و بعد تموم کنیم که برنامه بیروز میخواد شروع بشه. بیروز بخشم بیاری از اون برنامه، خیلی کوتاه منافع آقای مافی گفتین، حالا بپردازیم به خارج از کشور. تو خارج از کشور، این بخصوص از شما که خیلی قاطع دارین مرزبندی میکنین و یه بیان رادیکال دارین راجع به جمهوری اسلامی، این سوال هم بپرسم. در مراسم رأی‌گیری تظاهراتی بود جلوی سفارت جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف، به خصوص در لندن. اونجا نیروهای مختلفی جداگانه تظاهرات داشتن. در میان جریانهای راست فاشیستی و سلطنت طلبان، شروع کردن به این کسایی که رأی میدادن تعرض کلامی کردن. البته پلیس بود، خب نمیشد تعرض جسمی فیزیکی هم کردن، و فحش‌های جنسیتی میدادن. این اندام تناسلیشون رو، من مخصوصا اینا رو میگم، میخوام اون زشتی اون رو بگم، حواله دیگران میکرد، حواله اونا. یعنی به نظر میرسید که یه جوری بازتولید و عکس برگردان اوباش جمهوری اسلامی، یعنی همون دشنامه ها و اینا رو میدادن. نظر نمیاد، همونن اینا کپی پلاست، حساسیت ندارن، یا یک جوری توجیه میکنن به خاطر اینکه بالاخره خب حکومت جنایت کرده، به اینا آدم ها خشمگین میشن، میتونن این کار بکنن. بعد پرسیده میشه که خب شما چرا این کار نمی کنی؟ یا مثلا بعضی میگن اینا جوانن، نه میتونن این کار بکنن.
من خواستم نظر شما رو بپرسم. یعنی 40 سال در تبیع، 40 بعضی ازتون بودین، نیروهای سیاسی مبارزه کردن، ادبیات سیاسی داشتن نسبت به رژیم، و حتی در سالهای خیلی گذشته بودن جریانایی که مثلا در درون حتی چپ کردن، خیلی رادیکالتر برخورد کردن، بعضی ها فوری داد و فغانشون هوا رفته که چرا مثلا چی برخوردی میشه. ما تا الان تو این سالا به نظرم میاد که اون حساسیت لازم رو بر نمی انگیزد. من سوالم از شما اینه، چرا چنین رفتار و ادبیاتی در سالهای اخیر در میان برخی از مخالفان حکومت اسلامی بروز کرده، رشد کرده؟ آیا ما شما میخوام بگید آقا بگید بفهمم. من ببینید واقعیتش اینه که من خیلی به نظر میرسه، نه من قبل از اینکه به اینجا بیام، چون اشاره کرد به نام خانم بهار هدایت، ضمن همه احترامی که برای مقاومت که داشته، خانم بهار هدایت دقیقا نماد همون جریانیه که وقتی که خودت نمیتونی چیزی رو امید تخیل بکنی یا خودت نمیتونی تغییر ایجاد بکنی، پس برو سراغ سازمان‌های بین‌المللی و از اونها بخواد که بیاید اینجا مداخله بشر دوستانه بکنید. این از تحکیم وحدتی‌ها بار اول نیست، به هر صورت اینا پیشینه‌شون به تحکیم وحدت میرسه. تحکیم وحدت زمانی که حمله کرد آمریکا و متحدینش به عراق، نامه می‌نویسن و به عنوان بهار بغداد از اون یاد می‌کنن و افسوس می‌خورن که چرا این بهار به ایران نمیرسه. بعد از اون هم حتی گروهی از اینها که الان بسیار بسیار زیاد در پیرامون همون سلطنت طلبان میشه دیدشون، به اسم دانشجویان، دانش آموختان لیبرال، یک نامه 19 نفره می نویسن که معروف میشن به 19 بیشرف. یک نامه می نویسن به اوباما که خب حمله کن به ایران، چرا همچنان منتظر چه چیزی هستی؟ زمان ریاست جمهوری اوباما. و این پیشینه همینجوری میاد تا میرسن بخش زیادی از اینا، از جمله سعید قاسم نژاد، امیر حسین اعتمادی، علیرضا کیانی و نوید محبی که تو همین بنیادهای وابسته پهلوی یا اسرائیلی دارن کار میکنن، اینها رفتن حزب ایران نوین رو بنیان گذاشتن. اینها بخش زیادیشون یک دوره مثلا ستاد مهدی کروبی بودن، اکثرا ستاد مهدی کروبی بودن در انتخابات 1388، یا داخل انجمن‌های اسلامی بودن، دبیر انجمن اسلامی‌های دانشجویی بودن و اومدن و پیوستن به اردوگاه پهلوی. بنابراین خیلی چیز عجیبی نیست که خانم بهار هدایت هم سلطنت طلب‌ها رو بخشی از نیروی سیاسی میدونه که باید پذیرفتشون، چون خیلی از همتباران خودش رو در اونجا داره میبینه الان و به لحاظ در واقع اون جایگاه طبقاتی که خودش رو تصور می‌کنه، اگر اصلاح طلب نباشد بنابراین چپ نمیتونه باشه، باید بره با جریانهای راستی که عملا خب همتبارانش اینجاست. این یک نکته است. اما برگردم سراغ این ادبیات زشت، زننده، سکسیستی و فاشیستی واقعا خیلی از جاهای نیروهای عمدتا سلطنت طلب فاشیستی که مقابل سفارتخونه جا میگیرن، این به گمان من نتیجه یک بخش زیادیش واقعیتش این رسانه‌های شبیه من و توه، این عملاً باج دادن یا عملاً میدان دادن به چنین نیروهای. ما خیلی از افرادی رو در این سالها به عنوان تحلیلگر، کارشناس، نمیدونم متخصص فلان در تلویزیون‌ها دیدیم که نهایت کاری که کرده بودن این بود پشت دوربین به چند نفر فوش داده بودن و اینها مدام هم میتونستن در این برنامه‌های تلویزیونی شرکت بکنن، در شبکه‌های اجتماعی لایک بگیرن. و در این حال خب فراموش نکنیم این جریان سلطنت طلب بر یک نرینگی استوار دیگه، یک مردانگی داره که بلا فاصله میخواد مرد رو جایگزین زن بکنه، میهن رو جایگزین زندگی بکنه، آبادی رو جایگزین آزادی بکنه. و یک شاه، چی میگفتن؟ شاه خدا میهن، آره، یا خداش شاه خدا میهنی داره که بیشتر از اون نمیتونه. و تو دستگاه فکری خب تنها چیزی که شما داری و میتونی عملا بهش افتخار بکنی داخل گیومه همون آلت تناسلیته، و تصور هم میکنی با همین آلت تناسلیه که میشود طرف مقابل رو تحقیر کرد. و همین دلیل از دل زن ستیزی میاد بیرون، هوموفوبیا میاد بیرون،
فحش جنسیتی میاد بیرون و روز به روز هم به نوعی من میتونم بگم که این ادبیات یا این در واقع گفتار فاشیسم در ایران که خیلی هم متاسفانه باید بهش فکر کنیم قویه، چه در داخل چه در بیرون، به این معنا که شما جدایی از اون چیزی که در مقابل سفارت خونا در خارج از ایران اتفاق میفته، در داخل ایران شما این رو علیه افغانستانی ها داری به شدت میبینی در شبکه‌های اجتماعی و وقتی که اون رو داری دنبال میکنی متوجه میشی آخ آخ چه زیر پوست اون جامعه. به هر صورت همه ما داریم در یک جغرافیای زندگی میکنیم که با نژاد پرستی با مهاجر ستیزی خیلی زود روبرو میشیم دیگه، خیلی تحریکمون میکنه و مقابلش واکنش نشون میدیم. داخل جامعه ایران رو هم باید بپذیریم الان یک چنین وضعیتی به شدت حاکمه، یعنی اگر نگم حاکمه در واقع داره روز به روز بزرگتر میشه، رسانه بهش میدون میدن، اونجا هم همین ادبیات رو داره. وقتی که میرسه به مهاجر افغانستانی به همون آلت تناسلی حواله میده، به همون در واقع تجاوز جنسی حواله میده. این بخشی از گفتار فاشیسم، فحش دادن، توهین کردن، تهدید جنسی کردن، تحقیر کردن. و به گمان من خب فاشیسم هم متاسفانه رشد کرده چه در ایران چه در جهان. من تمام. بله، بروز فرانی، بروز هم بگو. کوتاه میگم منم با همه حرفایی که حمید جان زد من موافقم و نباید فراموش بکنیم که بورژوازی ایران لومپن بورژوازیه. ما سرمایه‌داری تو ایران نداشتیم که به ما هگل و شیلر و اینجور چیزا هدیه بده. ما بورژوازی ما از طریق یک مبارزه همه جانبه مثل دوران روشنگری با فئودالیسم و غیر این حرفا تو ایران نیومد، از بالا ساخته شد و بخشی از فئودال‌هایی که حاکم بودن تبدیل شدن یک شبه به در واقع بورژوازی که ما الان داریم میبینیم. این بورژوازی به قول بیژن جزنی که خیلی قشنگ تو این خصلت‌های سرمایه‌داری وابسته اون دوره که بررسی میکنه و اون تیزبینی خاصی که اون رو از بقیه رهبران فکری این جنبش ما متمایز میکنه، به این مسئله خیلی خوب اشاره میکنه. میگه اینا لومپنن، اینا لومپن بورژوان، فاقد هر نوع فرهنگ مستقلن، پایه‌شون رو روی زمینه که به ادبیات کهن ایران، به تمام این دستاوردهای فرهنگی بزرگان ما که اصلا هم کم نیستن در واقع نیست. و به خصوص در دوران تجدد این نظام پهلوی در مخالفت و سرکوب همه کسانی که تجدد رو در ایران می آوردن که عمدتا یا روشنفکران چپ بودن یا وابسته به چپ. فراموش نکنیم نقش عظیمی رو که حزب توده و جنبش ادبی بزرگی که به راه انداخت در دهه 20 در ایران رو، که اون موقع واقعا حزب خلق بود دیگه، طبقه کارگر که نمیشه گفت ولی خلق بود. خلاصه همه عناصری که خودشون رو با افکار پیشرو روشنگرانه و نه الزاما فقط سوسیالیستی، با اقشار روشنگرانه لایسیته به اصطلاح پیش عناصر پیشرو فرهنگ عمومی خودشون رو همگام میدونستان و اون رو تشویق میکردن، با سرکوب این دولت رو برون میشد، با سرکوب اینها رو برون میشد. ادبیات وزرای شاه ها رو شما نگاه بکنی، خود رضاخان یک لات بی سر و پا بود، همه میدونستن که چه فحاشی هایی میکنه وقتی که از چیزی راضی نیست، معروف خیلی آدم بی چاک و دهن و بی تربیتی بود و بقیه شون هم همینجور بودن. و این لومپن بورژوازی خب زیرش همین هاست. اصلا فحاشی هایی که جلوی سفارت لندن شده من نگاه کردم قبل از که بیام، شرم‌آوره. یعنی یک حرکت سیاسی خیلی اصولی، اعتراض به کسانی که در مشروعیت دادن به رژیم رو دارن محکوم میکنن و حقشون هست که تظاهرات بکنن، اعتراض بکنن، ممکن میکنه و تو اونا هم حقشونه که برن رأی بدن و رسوا بشن، ما هر چیزی نداریم. ولی این توهین های جنسیتی به خصوص، این همون فرهنگ اون شیره نره دیگه، این فرهنگ این لومپن بورژوازی ماست که اینا دارن میدن. ببینید این جماعت اگر به جای جمهوری اسلامی بخوام بیان، از اون ساواک قبلی صد بار بدتر خواهند کرد، به خاطر اینکه میخوان انتقام بگیرن از ملت احمقی به قول اینها که فتنه 57 آورده. همه اینی دیدی اینا میگن فتنه 88، فتنه خیزش جینا، اونا میگن فتنه 57، از یه جنسن. این پشت رو هم دیگر بورژوازی ایران اینقدر بیلیاقت و سترونه که حتی نتونسته روشنفکرهای خودش رو تربیت بکنه و این فاجعه، این سلطه، این بورژوازی کلان بورژوازی ما به ایران همینی که دارید میبینید، یا حزب اللهی یا شاه اللهی، وسط به ما هدیه نکرد.
بسیار ممنون حمید مافی، روزنامه‌نگار، بسیار سپاسگزارم وقت گذاشتی در این برنامه شرکت کردی. اگر در پایان نکته‌ای مونده می‌خوای بگی بگو و لالا با تو خداحافظی می‌کنیم با بیروت ادامه. من هم سپاسگزارم از اینا. فقط یه نکته فکر میکنم، اون نیرویی که حالا یک خورده احتمالا احساس سرخوردگی خواهد کرد بعد از این انتخابات، وظیفه در واقع، یعنی ما وقت نداریم واسه سرخورده شدن، واسه ناامید شدن. به نظرم اون هم مال همون بچه طبقه متوسط رو به بالاست که میتونه ناامید بشه. به گمان من نه، اتفاقا باید منتظر بود. به هر صورت این دولت باید تکلیف نرخ بنزین رو روشن کنه. روشن شدن تکلیف نرخ بنزین احتمالاً شروع یک دور تازه در ایرانه. ناامید نمیشیم ما. ممنون از شما و شنوندگان و بینندگانتون. آقای فراهانی خیلی استفاده کرد. درود بر شما. خیلی ممنون که منو دعوت کردید به وسط صحبت. درود بر شما. متشکر از تو حمید مافی گرامی، روزنامه‌نگار. روزت بخیر. درود. روز بخیر. بله، خب بیروت با تو ترانه بشنویم، جلوی تازه بکنیم، یا همینجور مستقیم بریم دیگه؟ هر جور برای تو راحته. تو بیشتر از من حرف زدی، من دارم نگاه میکنم. یک ساعت یا تره حرف زدی، چیزی دیگه رو نگاه میکنم. من وقت را میشه نگاه میکنم دیگه. اینجا یه سود دست منه، میگم وقت کم اومد، وقت زیاد شد. همیشه هم ما با امروز ما به افتخار آقای مافی و صحبتی کردیم، من کوتاه صحبت میکنم که برنامه چیز نشه، مختل نشه. چی صحبت کنیم به روز؟ والا من درستش بخوایی میخواستم راجع به همین انتخابات تو ایران، فرانسه و بریتانیا، شباهت ها و اختلافاتش نگاه بکنم. به خصوص اینکه خب نظرم راجع به آقای پزشکیان و غیره تو همین صحبت هایی که کردیم دادم. من یک چیز خیلی خلاصه بگم. من یه دوستی به مزد اینکه آقای پزشکیان انتخاب شد برای من نوشت، به روز تو که همین دقیق دنبال میکنی، تو چه پیش بینی میکردی؟ من با کمال صراحت و صداقت بهش گفتم دروغ چرا؟ اینقدر برای من این معل فارغ بود که من اصلا وقت نذاشتم ببینم این با چه مانورهایی اومده، اون با چه مانور بره. توی صحبت قبلی من گفتم انتخابات و اون بخش نیستم بگم بابا این پزشکیان بی خود بهش نگید بیچاره اصلاح طلب. این خودش میگه من نیستم، میگه من اصولگرای معتدلم و اون اعتدالش هم قربونش، آره قربون اون اعتدالش هم برم. چون اینجوری که من دیدم، یکی از کسایی که حجاب توی دانشگاه و دانشکده پزشکی و غیره رو قبل از اینکه قانون بیاد اجرا کرده، من نمیدونم اونایی که طرفدار کشف حجابن چجوری دنبال این رفتن و اینکه چیزشون رو بکنن. ولی میخوام بگم ایشون اصلاح از روحانی اون طرفتره و بی خود نبوده که جز این 6 تا اینو گرفتن آوردن. به قول اینا خیلی قابل انتباه تر از بقیه اینها با خامنه ای هست که انتخاب کرده. البته پای آقای رئیسی نمیرسه، چون رئیسی هر چی خوبان دارن تنها داشت، آدم کش، خونریز، هر چی بگی دیگه داشت. ای تمام چیز کاریر سیاسیش رو توی شکنجه خانه ها و زندان ها و دادگاه های قلابی و سرکوبگرانه گذرانده بود. خب آقای پزشکیان دکتر جراح، جراحی قلب میکنه، ولی من نمیدونم اگر موقعی جراحی قلب ایشون یه خانم بی حجاب وارد بشه، این دستش نلرزه بزنه شریان گرید رگ مردم رو قطع بکنه، اون رو باید با خودش دید. خلاصه کلام این که اینقدر برای من معال فارغ بود که گفتم با صداقت میگم اصلا نگاه نکرد. و حالا بریم به این همین، ولی همین نکته‌ای که توی صحبت قبلی گفتم فقط من جمع‌بندی بکنم. مشکل ما نه پزشکیان، نه اصلاح طلبان، نه معتدلین و غیره، اصولگرای معتدل، برای ما اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام شد. ماجرا یه اصله، واقعیت مبارزه طبقاتی در ایران و صفبندی های اجتماعی رو همین شعار درخشانی که از دانشگاه تهران بیرون اومد، این برای ما شاغوله، شابلون نگاه کردن به مبارزه است. این کسایی که تو انتخابات شرکت کردن شریک مشروعیت دادن به رژیم جمهوری اسلامی هستن، اینو باید بپذیرن. نمیتونن دیگه با من بمیرم تو میری ازش بمیرم. تو یه اشاره به خانم بهاره هدایت کردی و خوب بود که گفتی. البته اون موقعی که من به ایشون نقد کردم هنوز مریض نشده بود من، ولی همون موقع هم گفتم چون اینا زندانی هستن و من میدونم از یه جای گرم و نرم نشستم دارم نقد میکنم، میپذیرم و لحنم رو مقداری آروم‌تر کردم. نامه بعدی که خانم هدایت نوشت که من نقد نکردم، این آخریش،
کاملا نشون میده که ایشون ما متعلق به طیف کلان سرمایه‌داران ایران و کاملا قابل انطباق با سلطنت طلباست و ایشون در صفبندی که میکنه تو ایران چپ رو میندازه بیرون. اول میگه اینا چون میخوان همه چیز رو کنفیاکون بکنن که اصلا به درد لای جنس هم نمیخورن. حالا بیاییم بین آدم های معقولی که طرفدار سرمایه‌داری هستن که بخششون خب سلطنت رو میخوان حقشونه، بخششون هم سلطنت نمیخوان اونا هم حقشونه، ما بورژوا لیبرال ها بیاییم با همدیگه یه فرمولی پیدا بکنیم. یعنی دادن صفت بورژوا لیبرال از طرف خانم بهاره هدایت به بخشی از سلطنت طلب ها نشون دهنده انحطاط فکریه که بهاره هدایت بهش دچار شده و نماینده این طیفه، فرد نیست، نماینده همین طیفه که توی این قشر خاکستری اقشار میانی هست. متشکرم. درود بر شما تا فرصت بعد.